الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ومن كتاب لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا ولا حزت من أرضكم شبرا بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته الخضراء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانها غدا في جدف في حفرة لو زيد في فسحتها وأوسعتها يد حافرها لسد فرجها الحجر والمدر والتراب المتراكم عليها امشب بطور خصوص هر دقيقي از دقائق وقت ارزش داره مطلب بسیار بسیار زیاده چون این شبها یک شبهاییست در سالی یه شبه اونم چه یک شبی یک شبی که تمام مقدرات اهل زمین تمام خلائق امشب یعنی در شب قدر تمام مقدرات اهل زمین همه معین می شود که من و شما و تمام این بشر روی کره زمین از امشب تا سال آینده چه پیش آمدایی براشون خواهد شد از نظر عمر یا موت از نظر زیادی و نقصان کم شدن مال زیاد شدن مال کم شدن اولاد زیاد شدن اولاد مرض، عافیت، خوبی، بدی، هرچی خدا تقدیر می فرماید امشب اینا همه مقدر می شود برای تمام خلائق ملائکه خدا می دونه چند میلیون یه موجودیست از ملائکه نیست یه عنصر دیگریست اسم او روح است روح که تنزل الملائکت و روح حتی یه مرتبه روی منبر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه راجع به روح صحبت کردن یه منافق در مجلس بود به نام ابن ابی الکوام این غالبا اشکال میگیره بر حضرت امیر گفت که آقا روح هم از ملائکه است حضرت فرمودن خدا میفرماید ینزل الملائکه بالروح معلوم میشه روح غیر ملائکه است اجمالا یه موجودی است به نام روح این طوری که در روایات معرفی شده است این یگان واسطه بین خدا و بین جمیع ما سوا الله است در روایات داره جبرائیل احکام را از روح میگیره میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اینا هر کاری بخوان بکنن امر را حکم و فرمان را از روح میگیرن و روح در هر جایی که هست
من دارم روایات را برای شما میخونم، خلاصه اش را. یک لوحی مقابل روح هست، تمام اراده های خدا روی اون لوح نوشته میشه. فلانی باید بمیرد، فلانی باید بماند، فلانی بالا بره، فلانی پایین بیاد، کجا بارون بیاد، کجا زلزله بشه، اونجا نمیدونم سیل بیاد، اونجا چه بشه، تمام مقدرات روی اون لوح نوشته میشه و روح اون مطالب را به ملائکه تحویل میده، اونها اوامر خدا را، مقدرات الهی را پیاده میکنن. در هر سال روح و ملائکه میان در زمین با اولین و بزرگترین شخصیتی از شخصیت‌های الهی، یعنی زمان پیغمبر باشه با پیغمبر، زمان ائمه باشه با ائمه، اجتماع میکنن در مسجد الحرام. یعنی اگر بنابراین که امشب شب قدر باشه، امشب در مسجد الحرام اجتماعی است بین روح و ملائکه و بین آقا حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه و صلوات الله و سلامه علیه. نه ماشاءالله این همه جمعیت و ماشاءالله اکثر جوان ها هستید، این صلوات لایق نبود با این همه جمعیت، صلوات حسابی بفرستید آقای. این مقدرات الهی را فکر بکنید ببینید چیه. چند میلیارد پرونده است مقدرات یک ساله بشر، اینها را روح که با ملائکه آمده خدمت آقا حضرت ولی است میگه آقا اینا مقدراتی است که خدا برای بنده هاش تقدیر فرموده، ولی شما که حجت خدا هستید، شمایی که خلیفت اللهید، شما که امام زمان هستید، خداوند عالم به شما اختیارات داده، اگر در این مقدرات اظهار نظری بکنید قبوله. یعنی اگر اینجا نوشته فلانی امسال باید بمیره، شما بفرمود خدا این عمرش بده، قبوله. فلانی باید فلان صدمه رو ببینه، فلان بلا رو ببینه، شما شفاعت کنید، توسط کنید، خداوند عالم پیشنهاد شما رو قبول میکنه، اشکالی نداره، این حرفا هیچ مانعی نداره. خداوند عالم تقدیری میفرماید و در عین حال هم برای آقا حضرت ولی عصر خدا اینقدر آبرو و شخصیت و عظمت داده که آقا اگر شما دخالت بکنی ما قبول داریم. پس بعد از این مقدمه کوتاه، شما آقایونی که الان تشریف دارید و عرض بنده رو میشنوید، بدونید که مقدرات فرد فرد امشب معین میشه، بنابراین که امشب حالا شب قدر باشه، حالا کلا شب قدر، حالا ممکنم هست که امشب باشه. یکی از کارهای مهم امشب که هیچ چیز نباید مانع شود ما را از این کار، دعاست برای خودتون که این مقدراتی که امشب نوشته شده نوشته میشه، وقت هست، مجال هست که دعا کنیم. اگر خدای نخواسته یه مقدرات تلخ و تندیه، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده علم الکتاب، خدا مأمور کسی نیست که نتواند تغییر بده، حکمی را پروردگار عالم تقدیر فرموده، بعدن بنده ها التماس التجا میکنند، خداوند عالم کم و زیاد میکنه. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده علم الکتاب. این از نظر اهمیت امشب. خب وقتی که از معصوم سوال میکنن که آقا چی بخوایم از خدا، میفرماید العافیه. عافیت در لغت معناش یه خورده واضحتر و واسعتره از این کلمه عافیتی که در نظر ما هست. عافیت در نظر ما یعنی مریض نشدن،
یعنی به قول معروف تندرستی. ولی در لغت عافیت سالم بودن از تمام بدی ها، چه العیاذ بالله مرض باشه، چه خدای نخواسته صدمه دیگری باشه، یه پیشامدهای تلخی برای انسان رو بده، یه حوادث ناگواری برای انسان اتفاق بیفته، عافیت یعنی از همه اینها سالم بودن و محفوظ بودنه. این دستور خود ائمه اطهاره. خب چه عیبی داره؟ حرف خوبی هم هست. از خدا عافیت بخواهیم، خدا این سال آینده حوادثی که مقدراتی که برای ما قرار دادی، مقدرات توأم با سعادت و با توفیق و اونی که رضای توست، داغ نبینیم، صدمه نبینیم، مریض نشویم، حوادث تلخی برامون رو نده. خب اینا که چیزای بدی نیست. اونم خداوند عالم هم در عینی که خدا به قدر کمتر از سر سوزن احتیاج به هیچ موجودی از موجودات نداره و تمام کائنات همه در تمام حالات محتاج به خدا هستن، مع ذلك می فرماید واسأل الله من فضله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. ما را امر می کند که بیایم در خانهش، بیایم و دعا کنیم، اونم نه به طور اسقاط تکلیف، خدایا شفام بده، خدایا عافیت هم بده، همین، نه. امیرالمؤمنین می فرماید ان الله يحب الدعاء الملح، خدا دوست می‌دارد اون بنده ای که زیاد دعا کنه و خیلی اصرار و الحاح بکنه در حاجت خودش. خدا این بنده رو دوست می‌داره، التماس کنه، خدا را قسم بده یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسيله. مردم به سوی خدا که میخواد برید یه وسیله‌ای داشته باشید، وسیله‌ای که شما را به خدا نزدیک کنه، حوائج شما برآورده بشه، به آرزواتون برسید. در تفسیر برهان و غیر تفسیر برهان روایت از امیرالمؤمنین من از شما رفقا برادرها یه خواهش دارم امشب، و اون این است که این کلمه رو به ذهنتون بسپارید. این کلمه یادگار امشب و یادگار این مجلس باشه. وسیله چیه؟ و ابتغو، بطلبید، پیدا کنید وسیلهی به سوی خدا. در تفسیر برهان و تفاسیر دیگر روایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه آقا می فرماید واللهی انا الوسیله، به خدا قسم وسیله منم در این آیه که خدا فرموده، یعنی از راه علی، به وسیله علی، ولایت علی، خط علی، بالاخره همه کاره امیرالمؤمنینه. بالاخره بعید میدونم یه نفر شیعه باشه امشب در ایران، در لبنان، در سوریه، در خلیج، هند، پاکستان، حتی اندلوسیا، حتی استرالیا، بقیه کشورها امشب بی تفاوت باشه، ای بابا میخوام برم بخوابم، ای بابا حال ندارم، خستم. یه حرفا چیه؟ انقدر زیر خاک بخوابیم آقا، میلیون ها سال خواب همیشه وقتش هست، اما شب قدر یک شبه، اونم لیلة القدر خیر من الف شهر. یک شب عمل، یک شب در شب قدر ثوابش از هزار ماه عبادت نزد خدا بیشتره. ولهذا امشب باید تمام دقیقه های عمرتون برای شما ارزش داشته باشه و قیمت داشته باشه و نگذارید هدر بره. بسیار، این چند جمله راجع به امشب. اما راجع به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میدونید امروز در دنیا بزرگانی که هستن، پادشاه، رئیس جمهور، این یک چیزایی می نویسه، عربی بهش میگن مذکرات، فارسی بهش میگن یادداشت.
یه چیزهایی که مربوط به شخص خودشه، مربوط به وضع خودشه، حوادث و قضایایی که براش اتفاق افتاده، به عنوانی که شخص اول مثلا در کشور و مملکت خودش یه چیزایی می‌نویسه، اینا در دنیا قیمت داره. چرا؟ چون این به قلم مثلا یک رئیس جمهور، به قلم یک پادشاه، شخص اول یک کشور و مملکتی است. اینا یه ارزش خاصی داره در دنیا. آقا امیرالمؤمنین که شخص اول عالم هستن بعد از پیغمبر اکرم، این آقا هم یه مطالبی را نوشتن، نامه هایی که نوشتن و یه مطالبی را بیان فرمودن که به قلم و لسان و زبان خودشان، خودشان را معرفی و شرح حال خودشان را بیان فرمودن. دیگه لازم نیست بگیم فلان مورخ نوشته، فلان محدث، نه، خود آقا وضع خودشون را دارن بیان میفرماین. اول یه مقدمه یک جمله، مردم هر گروهی یه مقتدایی دارن، یه پیشوایی دارن که به حرف او عمل میکنن، به دستورات او عمل میکنن. الا و ان لكل مأموم اماما، هر عده‌ای که به کسی اقتدا میکنه لابد یه مقتدایی داره، پیشوایی داره. ای کسانی که علی را مقتدای خودتون میدونید، مقتدای شما، پیشوای شما اینجوری بوده: الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه بطمره، امام شما از تمام پارچه ها و لباس هایی که خدا خلق کرده در این دنیا اکتفا کرده به دو قطعه پارچه. حالا اون زمان پیراهن بود و مثلا شلوار بلند بود، یا این که پیراهن بود و یک لنگی می‌بستن، قمیص و معذر بود، این صحبت نیست. صحبت این است که امیرالمؤمنین می‌فرماید از نظر لباس فقط من دارای دو قطعه لباسم، یعنی همینی که پوشیدم، در منزل لباس دیگه ندارم. ببینید امروز فقیرترین مردم این لابد یکی دو تا سه تا پیرهن داره، مثلا اگر کت و شلواری باشه دو سه تایی داره، مال تابستانه، مال زمستانه، این چرک میشه اونه ببوشه، اینه شسته اونه ببوشه، این فقیرترین مردم. ولی این آقا امیرالمؤمنین که از نظر قدرت رئیس حاکم بر نصف کره زمین، اونم نهرهای طلا و نقره، اون وقت اون زمان پولشون درهم و دینار بود، درهم نقره، دینار طلا، این خراجهایی که می آوردن، زکاتهایی که می آوردن، اموالی که می آوردن اینقدر زیاد بود که اینها رو میشه گفت نهر طلا و نهر نقره در اختیار این آقا. خود امیرالمؤمنین در حجاز زمینهای دارن، درختکاریش کردن، درختهای خرما و همچنین زراعت، اینا همه واردات داشت. ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه اونجا نوشته بعضی از سالها این واردات و زمین های امیرالمؤمنین در سال 24,000 دینار، بعضی از سالها 70,000 دینار وارداتش بود، خرما و جو و گندم و اینا. البته تمام این اموال و این واردات که از این زمین ها حاصل می شد، اون کمترین مقدارش تو جیب امیرالمؤمنین می رفت، تمام اینها قسمت می شد به ارامل و ایتام و فقرا و مساکین و اون غلام هایی که در شدت بودن، پیرمرد بودن، ضعیف شدن، دیگه حال کار کردن و خدمت کاری ندارن، امیرالمؤمنین اینا را می خریدن و آزادشون می کردن. اجمالا یه همچه شخصی، این ثروت شخصی خودش، اینم پول های بیت المال، حاکم بر نصف کره زمین هم است. این فقط دو قطعه لباس داره. خوب توجه کنید به یه نتیجه برسیم. چطور شده
که من و شما دلمون میخواد که در این دنیا مثلا یه زندگی خوب و یه زندگی با رفاهیتی داشته باشیم. امیرالمومنین به این دنیا و به این زندگی دنیا اینطور بی‌اعتناست، با قدرت و ثروت فقط دو قطع لباس داره. چرا؟ به قول امروزی ها ما استثنایی هستیم یا امیرالمومنین استثنائیه؟ ما خلاف متعارفیم یا امیرالمومنین خلاف متعارفه؟ نه آقا، ما مردم عادی احساس به یه نقصی میکنیم، نقص در زندگیمون، نقص در وجودمون. فرض کنید بنده وقتی که احساس میکنم میبینم من علم طب بلد نیستم، علم نجوم سرم نمیشه، این زبانها لغتها را بلد نیستم، این همه علومی که در دنیا هست من اصلا به گوشم نرسیده، در فقه در کجا و کجا خیلی خیلی کم اطلاع هم، اینها همه نقص برای من، به درگاه خدا آبرویی ندارم. یه خط خوبی، یک هنری، یه علمی، یه معرفتی، اینا نیست. من احساس میکنم در خودم چقدر نقص دارم، این نقص ها را میخوام بپوشونم، میخوام تکمیلش کنم. به چی؟ لباس خوب، خانه خوب، زندگی با تشریفات، با تشکیلات، که برای خودم مثلا یه ظاهری، یه عنوانی پیدا کنم. اولیاء خدا اینا احساس به نقص نمی کنن. میبینید؟ یعنی امیرالمومنین چی نداره؟ علم نداره. انا مدینة العلم و علی باباها. فصاحت نداره. معاویه میگه و هل سن الفصاحت غیر علی، مؤسس فصاحت و بلاغت علی در دنیا. از علم طب خبر نداره، از علم نجوم خبر نداره، از زبانها و لغتهای مختلف خبر نداره، از عالم بالا خبر نداره. ما از پشت این دیوار خبر نداریم چیه پشت این دیوار، ولی آقا میفرماید انا والله اعلم به طرق السماء من طرق الارض، من به خدا قسم به راه های آسمان ها آشناتر و آگاه و داناترم تا از راه های زمین. 100 سال فکر کنید این آقا چی دارن رو منبر میگن؟ مگر آسمان ها راه داره؟ کدوم راه؟ کدوم خیابون؟ ببینید اون 1400 سالی که اصلا بشر فکر نمی کرد که میشه راهی هم به این ستاره ها پیدا کنند، اون روز آقا دارن میگن، میفرماید رفتن به این ستاره ها راه داره. من راهش میدونم. شما راننده اید، اگر به شما تو این قم بگن آقا میخوام برم تهران، میدونید راه تهران کجاست؟ اصفهان، میدونید از این طرف باید برید. شما تو این شهر و محوطه خودتون راه های زمین میدونید، اگه ترکیه هم بخواد برید، سوریه هم بخواد برید، راه ها رو میدونید، اینا راه های زمینه. انا اعلم به طرق السماء من طرق الارض، راه های بین ستاره ها از زمین به کواکب و اجرام بالا من آگاه ترم، علم و اطلاع هم بیشتره. ببینید چه خبر قصه علم. یه عده از مردمان کوتاه فکر اون روز اینا در تحیر افتاده بودن. آخر 25 سال 3 نفر که اومده بودن سر کار همچه ادعاهایی نبود، همچه حرفایی نبود، همچه علومی از اینها دیده و شنیده نشده بود، ولی این آقا راه می رود و همینطور علم و معرفت از اطرافش تراوش می کند. یتفجر العلم من جوانبه و تنبعث الحکمت من نواحیه. همینطور که راه می رود صحبت می کنه، مطالب مهم به مردم یاد میده. مردم در یه تحیری بودن، گفتن که خوب ما یه سوالایی از حضرت بکنیم، اونم غافلگیرش بکنیم. وقت نیست که امشب در این باره صحبت کنم. 10 نفر پشت سر هم، یکی اومد سوال کرد و رفت، دومی، سومی، دهمی. یا امیرالمؤمنین العلم افضل ام المال؟
علم بهتره یا مال؟ فرمود علم به این دلیل. این رفت دویومی اومد همون سؤال کرد، آقا جواب دیگه دادن، سیومی جواب سیوم، 10 تا یک سؤال کردن، آقا 10 تا جواب داد، هر کدوم یک جواب. آقا ایستادن میخوان تکبیرت الاحرام بگن، 2 نفر به قصد امتحان که ببینیم این آقا واقعا مستحضره، اومدن میپرسن آقا فرق بین حیواناتی که میزاد و حیواناتی که تخم میکنه چیه؟ فرمود هر حیوانی که گوشش پیداست میزاد، هر حیوانی که گوشش پیدا نیست تخم میکنه. الله اکبر، وارد نماز شد. اینطور مستحضر همه مطالب. آخه ببینید این تو کدوم کتاب نوشته بود؟ در کدام تاریخ کدام سقراط و بقراط و ارسطو و افلاطون همچه مطالبی را درک کرده بودند؟ اصلا برای اولین مرتبه است که بشر این حرفا را از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میشنوند. غیر از مطالب دیگر در هر فن و موضوعی که واقعا من گمان میکنم اگر کسی بخواد در اون روایاتی که الان در دسترس هست راجع به علم امیرالمومنین صحبت کنه 10 شب وقت لازمه به طور اشاره. پس یه همچه آقایی از نظر علم، از نظر آبرو، از نظر عظمت و از نظر شخصیت و خب اینها را البته میدونن آقا، حالا تواضع دارن، فروتنی دارن. شنیدید شما ها همتون حارث همدانی اهل یمن، همون که شعرش از هم عربی و هم فارسی، یا حار همدان، این شعر حضرت امیری، شعر اسماعیل حمیریه. حارث همدانی این در ایام حکومت حضرت امیر از یمن آمده بود کوفه و مثلا از نزدیک داره با آقا آشنا میشه، یه چیزایی از حضرت امیر میشنید، میفرمود من بعد از پیغمبر مظلومم، حق مرا بردن، چه کردن. اومد گفت آقا چیه این فرمایشات شما، این چیزا رو از شما میشنویم. فرمود حارث من یک کلمه بهت بگم، کنت وصی محمد و آدم بین الماء و الطین. هنوز هیکل آدم ابوالبشر تموم نشده بود، هنوز آب و گل بود، از اون وقت من وصی پیغمبر بودم. اینجوری بهت بگم، آب پاک رو دستش ریختن، نه اینکه گمان کنی حالا چون مردم اومدن با من بیعت کردن و مثلا من خلیفه شدم یه شخصیتی پیدا کردم. شخصیت من و عظمت من از اون زمان بوده، هنوز آدم ابوالبشر روح درش دمیده نشده بود. از اون وقت خدا مرا وصی و جانشین پیغمبر قرار داده. در این 2-3 شب گذشته هم یه جملات کوتاهی راجع به آقا عرض کردم. اون شخص از اصحاب میگه بچه بودم، پدرم مرا بغل کرد برد مسجد کوفه، جمعیت ایستاده بودن، پدر من مرا بغل کرد بالا گرفت، دیدم تا چشم کار میکنه جمعیت، اون آخر منبر است و روی منبر پیر مردی است داره صحبت میکند و دامن پیراهنش رو تکون میده در اثناء صحبت کردن. گفتم بابا این پیرمرد کیه اونجا؟ گفت بنی حالا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین هم دارن صحبت میکنن. گفتم ما له یروح بثوبه، چرا دامن لباسشون رو دارن تکون میدن؟ گفت پسرم آقا لباسشون را شسته بودن، وقت نماز شد، لباس را پوشیدن، خشک نشده بود هنوز، نم داشت، حالا نشستن رو منبر دامن لباسشون را تکون میدن که پیراهن خشک بشه. گفتم بابا مگر علی غیر از این پیراهن نداره؟ الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه بقمره و من طعمه بقرصه. این همه نعمت و مأکولات در این دنیا زیاده، امام شما در شبانه روز به 2 قرصه نان اکتفا کرده، در سال 1 روز گوشت میخورد آقا،
اونم روز عید قربان بود. می فرمود امروز فقرا گوشت دارن، مردم حیوانهای را قربانی کردن و گوشت را این طرف اون طرف میدن، امروزی که فقرا گوشت میخورن منم گوشت میخورم. ببینید چه دل پاکی، ببینید مواسات تا چه اندازه، چون امروز فقرا گوشت میخورن منم امروز مانعی نیست گوشت بخورم، ولی بقیه ایام نه. میفرماید من اموالی ذخیره نکردم، برای خودم طلایی نگه نداشتم، در این مدت یه وجب زمین برای خودم تهیه نکردم. ولا حزت من ارضكم شبرا، زمینهای فدکی بود در دست ما و بعضی ها گرفتن و بعضی هم صرف نظر کردن، حالا این مقصود نیست. اون وقت خب حالا آقا شما اینجورید ما چه کار کنیم؟ الا و انکم لا تقدرون علی ذلك، شما نمیتونید مثل من زندگی کنید، واقعا نمیتونید. اون نفسیت طاهره مقدسه امیرالمؤمنین، اون احساس به کمال، کمال اون احساس به کمالی که امیرالمؤمنین میکردن برای ما نیست. ما همش احساس به نقص میکنیم در خودمون. الا و انکم لا تقدرون علی ذلك ولکن اعینونی، ای مردمانی که بر خط من هستید، خط من تقوا میخواد، خط من ورع میخواد، از شیعه من توقع پاکی دارم، از شیعه توقع عدالت و توقع نزاهت دارم. نمیشه آقا عزیز من یک نفر بگه من شیعه علی هستم و دستش طرف ربا و قمار و شراب و العیاذ بالله این چیزها دراز بشه. حالا من چه کنم امشب و این همه مطلب زیاد و ای داره وقت داره میگذره، من یک کلمه حرف بزنم، حالا در سالی یه مرتبه عیبی نداره، اشکالی نداره بشنون. این عبارت برای شما کافی است که بدونید امیرالمؤمنین خطشون در این موضوع چجوری بوده. میفرماید من قبل غلاما بشهوت فكأنما قتل علی ابن ابی طالب. این یه نگاه یا بوسیدنه. اینقدر امیرالمؤمنین این عمل را گناه میدونه، گناه بزرگ به قدر کشتن امیرالمؤمنین. این خط امیرالمؤمنین و نزاهت و نظافت و تقواست. اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، چشمتون پاک باشه، دستتون پاک باشه، دلهاتون پاک باشه. عفت و پاکی، پاکی چشم، پاکی دست، امانتی که سپردن دست شما، اصلا این مطالب دیگه از این بالاتر تصور نمیشه. مولا زین العابدین میفرماید اگر قاتل پدرم امام حسین اون شمشیری که پدرم را با اون شمشیر کشته امانت بذاره دست من، پهلوی من، وقتی که بخواد پسش میدم، خیانت نمی کنم، میگم با این شمشیر پدرمو کشتی، قاتل پدرمی، من امانت پس بدم به تو. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اطمینان پیدا کردن به شما، پولشون دست شما دادن، اطمینان پیدا کردن مغازهشون دست شما سپردن، اطمینان پیدا کردن دکانش دست شما، خانه رو دست شما، ناموسش دست شما سپرده. آقا شما که میخوای بری مشهد، عیال منم تو اتوبوس با شما باشه، بیاد با شما مشهد، امانته. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، این عفته. اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، فوالله ما کنزت من دنیاکم تبرا ولا ولا، همونایی که گفته شد. بعدا آقا راجع به این بی اعتباری دنیا صحبت میکنه،
حالا زمین باشه نباشه فایده چیه؟ ما که چند روز دیگه باید بریم زیر خاک بخوابیم. اگر به اون قبرکن بگن بابا این قبر را وسیعش بکن، یه قبر 5 متری در 5 متری، لوزید فی فسحتها و اوسعتها یدا عافرها، باز اون گرد و خاک و سنگ و کولاخ اون قبر را، سم و سلاخهای قبر را میبنده. روشنایی نیست، هوا نیست در قبر. کسی که باید اونجا بره یه همچه منزلگاهی در آینده داره، این دیگه توجهش به این قضایا مهم نیست. حالا خانه چجوریه، لباس چجوریه، اینا میگذره، اونجاست که نمیگذره. یه انسانی تا آخر خطبه، یه انسانی به قلم خودش که امیرالمومنین باشن، به قلم خودشون برای والی بصره نامه نوشتن. این نامه را یه سالی من در هندوستان دیدم، به چند زبان ترجمهش کرده بودن، همین یه دونه نامه را، که یه نفر جای نشسته بودم دکان یه نفر، اینا را چاپ کرده بودن میفروختن. اومد و یه نفر که از همینا به من بفروشه، گفتم من از بحرم، بنا کردم خوندن براش. اونم نگاه کرد، اصطلاح خجالت کشید، خیال کرد یه چیز جدیدی آورده برای من. گفتم اینا فرمایشات امیرالمومنین و نامه های آغاز، ما آشنا هستیم با این حرفا. چرا؟ چون به قلم خود آغاز و شرح حال خودشون را دارن بیان می فرماین. یک عمر در این راه به زبانشان، به قلمشان راستی، نه این که دارم حرفم باری و برفم باری می کنم، به قدمشان، به راه رفتنشان، به فکر کردنشان، همه جور اون اندازه‌ای که ممکن بود گوش میکنید، از این وجود خودشان کار میگرفتن که دیگران استفاده کنند از این وجود. این وجودی که برای خدا، خود خدا میداند و بس، که چقدر این وجود نزد خدا آبرومند و عظمت داره، خودش در مقابل خدا برای خودش ارزشی قائل نبود. یه روز در مدینه لباسها رو زده بالا، توی خاک و گل عملگی میکند برای ساختن مسجد. بنا پیغمبر عمله امیرالمؤمنین و عمار و غیر و غیر، یعنی بابا در راه خدا خدمت کردن، زحمت کشیدن، این استنکاف نداره، عیب و عار نیست، شرف خدمت عبادت با اون عظمت، اینطور تواضع میکند از برای خدا، خدمت کردن تواضع برای خدا. عرض میکنم نه فقط عیب و عار نیست، بلکه فضیلت. از اول جوانیش در همین راه ها و در همین قضایا بوده، مردم از او قدردانی نکردن، مردم اهانتش کردن، مردم به او جسارت کردن، تمام این قضایا شخصیتش را لگدمال نکرد، شخصیتش خورد نشد. همون عظمتی که داشت، همون بزرگی و بزرگواری که داشت، محفوظ بود و به وظائف خودش رسیدگی میکرد. امیر به قول ابن عبدالحدید میگفت هو الخلافت تزینت بهی ولم یتزین بها، خلافت آبرو پیدا کرد وقتی که امیرالمؤمنین سر کار اومدن، نه اینکه امیرالمؤمنین یه عنوان و شخصیتی پیدا کردن که خلیفه شدن، نه، خلافت ارزش پیدا کرد که امیرالمؤمنین خلیفه و جانشین و آینه تمام نمای پیغمبر است. اما گفت شمشیرم را 1000 درهم خریده بودم، 1000 درهمم دادم، اینا زهرش دادم شمشیر را، یه همچی شمشیر مسموم به مغز سر آقا رسیده. محمد بن الحنفیه میگه نمازشون رو نشسته میخوندن، آقا پاهای آقا ورم کرده بود، یک بالشی پشت سرشون گذاشته بودن،
یه عصابه دور سریر دستمال زرد رنگ ایران رو سر آقا بسته بودن رو زخم. آقا تکیه دادن پاها ورم کرده از زهر نشستن. دیگه این چند لحظه اخیر را همه عمرشون نگذاشتن یه دقیقشون تلف بشه، اما این چند دقیقه چند ساعت آخر را خیلی باید فرصت را غنیمت بشمارن. ای موعظه میکنن، نصیحت میکنن به اولادشون، به بچه هاشون، به دخترهاشون، به اصحابی که میان میشینن برای عیادت و احوال پرسی آقا. یه شخصی به نام حبیب این اجازه گرفت اومد خدمت آقا، دید که این دستمال را بر سر بستن که گفت نه نتوانستم بفهمم که این دستمال زرد زردتره یا صورت آقا زردتره. اینقدر صورت زرد شده بود. یه همچی شمشیر مسموم به مغز سر آقا رسیده، رنگ رو زرد. حالا شیر میدن با آقا، شیر میخوردن و هر مرتبه که میآوردن یه قدری آقا میل میکردن و به امام حسن میفرمود باقیشو ببرید برای اسیرتون. آوردن یه قدر شیر، آقا میل فرمودن، فرمودن تمام شد، این دیگه آخرین رزق و روزی من بود از دنیا، دیگه من چیزی نمیخورم، میخوام با شکم خالی از دنیا برم. محمد بن الحنفیه میگه نمازشون رو نشسته میخوندن آقا. خب معلومه دیگه، و از هی ساعت به ساعت آثار موت داره ظاهر میشه. میدونید آقا آدم که یه مریض عزیزی داره، هی این در و اون در میزنه، این دکتر میاره، اون طبیب میاره، شاید یه راهی پیدا بشه، یه علاجی پیدا کنن. طبیب آوردن هرچی در کوفه بود، این آخرین طبیب بود که آوردن. آمد و یک ریه شش گوسفندی را طلبید، گفت گرم باشه، تر و تازه باشه. آوردن براش از ریه گوسفند یه رگی را بیرون کشید، بعد زخم سر آقا را باز کرد و اون رگ را گذاشت در زخم و در او فوت کرد، دمید. این رگ یه قدری باد کرد و رفت داخل زخم. یه قدری صبر کرد این طبیب، بعدن آهسته رگ را بیرون آورد. نگاه کردید یه چیزهایی مثل پنبه حلاجی شده، پنبه ندافی شده، یه چیزهای سفید به این رگ چسبیده. رگ را پرت کرد و سر آقا را بس. حالا پسرها همه دارن نگاه میکنن این طبیب چی میگه. نشست جلو آقا، گفت آقا وصیتی داری بفرما، کار از کار گذشته. ضربت به مغز سرت رسید آقا، دیگه امید شفا نیست. این را گفت و رفت. دیگه اومدن دخترها دور امیرالمومنین، شروع کردن به گریه کردن. شما ها چتونه؟ من میگم دخترها، اینا دور بستر آقا نشسته بودن، پدر با اون حال میدیدن گریه میکردن. از شما چتون شد؟ آخ به خدا، چی آقا؟ سیدا جاتون خالی بود تو اتاق امیرالمومنین، دور بستر امیرالمومنین. زن و بچه گریه می کردن، آقا هم گریه می کردن با اینا. اونها برای آقا گریه می کردن، آقا برای اونها گریه می کردن که در آینده این بچه های من چه خواهند دید. این پسرهای من کربلا کشته میشن، دخترام اسیر میشن. گریه. آه میخوام امشب با دست پر از این مجلس برید. یک معلوماتی که یه مطالبی که برای آیندتون کافی باشه. وقتی که صدای گریه بی بی ها بلند شد، صدای گریه مردهایی که توی کوچه نشستن اونا شنیدن، اونا هم بلند کردن گریه کردن.
امیرالمومنین صدای گریه مردا رو شنیدن، فرمود پسرم حسن برو به مردا بگو برید، نمیخوام صدای گریه دخترامو بشنوم. درس غیرت، میخوام دخترام گریه میکنن نامحرم نشنوه صداهاشون، به اینا بگو بابا میگه برید. امام حسن آمدن فرمودن مردم آقا میگه برید، برید جای دیگه، میخوان دخترها گریه کنن زنها گریه کنن اینجا نباشید. رفتن، امام حسن آمدن تو، حضرت امیر فرمود پسرم همه رفتن؟ از کرد بله آقا کسی نیست، من گفتم رفتن. فرمود برو ببین کسی دیگه باقی نمونده باشه، دخترها آزاد گریه کنن. حضرت امام حسن دوباره آمدن از در خانه بیرون، دیدن اسبغ ابن نباته، اسبغ این نشسته داره گریه میکنه. فرمود اسبغ مگه من نگفتم؟ نگفتم که امیرالمومنین فرموده برید؟ چرا نرفتی؟ گفت آقا به خدا زانوهام قوت نداره برم. آقا میشه راه باز کنی یه مرتبه دیگه من آقا رو ببینم؟ خیلی راه باز کردن، اسبغ اومد نزدیک آقا نشست، گفت یا امیر المومنین حدتنی، یه حدیثی بر من بود. فرمود آقا گوش کن، یه روز پیغمبر به من فرمود علی برو مسجد، برو منبر، وگو سه طائفه ملعونن، اون کسی که عاق والدین باشه، اون کسی که اجرت اجیری را ضایع کنه، اون غلامی که از آقاش فرار کنه. رفتم رو منبر، گفتم اومدم پایین، مردم گفتن یعنی چی؟ مقصود چیه؟ گفتم پیغمبر به من فرموده اینا رو بگو، منم گفتم. گفتن برو بپرس. مدام عرض کردم آقا مردم میگن چیه معنای اینا؟ عاق والدین یعنی چی؟ فرمود علی انا و انت ابوا هذه الامه، من و تو دو پدر این امتیم، ملعون است اون کسی که ما رو مخالفت کند، من و تو را. علی من اجیر این امت هستم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، ملعون است اون کسی که اجر مرا ضایع کند، به اقرباء من مودت و محبت نداشته باشه. علی من و تو مولای این امت هستیم، من کنت مولا فعلی مولا، ملعون است اون بنده ای که از مولایش فرار کند، از یعنی اطاعت او سر بپیچاند. گفتم آقا یه حدیث دیگه به من بفرمایید. فرمود اصبر، به پیغمبر شکایت کردم از حسودی های قریش، قریش از حسودیشون خیلی من اذیت میکنن. پیغمبر فرمود علی من یه چیزی به تو بگم، ناراحت نشی از حسودی های این حسود ها. روز قیامت که میشه تمام خلائق جمع میشن، برای تمام انبیا منبر میذارن، انبیا روی منبرا نشستن، برای منم یه منبری میذارن که از تمام منبرهای انبیا بالاتره، من روی عرشه منبرم، تو پایین تر از من به یک پله نشسته ای. تمام خلائق همه جمعن، یک نفر منادی از جانب پروردگار فریاد میکند، تمام خلائق میشنوند، ای اهل عالم، ای اهل محشر، من خازن بهشتم، یعنی کلیددار بهشتم، کلیدهای بهشت دست منه، شما که قبول دارید بهشت در داره، حتی اذا جاؤها و فتحت ابوابها، وقتی که بهشت در داشته باشه مانعی هم نیست که کلیدم داشته باشه که بازش کنن یا ببندنش. مردم این کلیدهای بهشت دست من، خدا به من امر فرموده من این کلیدها را به حبیبش محمد بدهم. و حبیبش محمد به من امر فرموده این کلیدها را به علی بدم، مردم دادم ببینید. یک نفر دیگه از جا برمیخیزد، ای اهل محشر من خازن جهنمم، جهنمم در داره، حتی اذا جاؤها فتحت لها سبعة ابواب،
اونم در داره و کلید داره، کلیداش دست منه. خدا به من فرموده کلیدا رو به پیغمبر بدم، پیغمبرم به من فرموده به علی بدم. علی کلیدای بهشت و جهنم دست توست، اختیاردار بهشت و جهنمی. هر کسی را میخوایی به بهشت میفرستی، هر کی را بخوایی به جهنم بفرستی. میخوایی دیگه پاشو برو. فهمیدم آقا میخوان من برم، بیان زن و بچه ها دورش. برخواستم رفتم بیرون که بی بی ها آمدن دور آقا. ثلث از شب گذشته بود، ثلث از شب گذشته بود. خب آقا آقازاده ها را احضار کردن و وصیتی خوندن و آقایونم نوشتن. وصیت را کردن مثل که این 63 سال هرچه آقا گفته بودن و نوشته بودن و نورافشانی کرده بودن و افکار مردم را روشن کرده بودن بس نبود. حالا که طبیب گفته آقا رفتنی هستی، این چند دقیقه هم فرصت را غنیمت میشمارن، میگن قلم و کاغذ بیارید بنویسید. اوصیکما، شما دو تا پسران امام حسن و امام حسین به تقوی الله، بعدن به همه پسرام و اهلم و هر کسی که نامه من این خبر این مطلب به گوش او برسه، مردم به همه شما، یعنی شماهایی که نشستید هم هستید تا، چون خبر آقا نامه آقا به شما الان رسید. اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی، حالا به تقوی الله و نظم امرکم و اصلاح ذات بینکم. دیگه وقت شرح دادن نیست، نزاع که میشه زود اصلاح کنید، بین پدر و پسر، بین زن و شوهر، برادر، فامیل، رفیق، و اصلاح ذات بینکم. از جدتون پیغمبر شنیدم فرمود اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة و الصیام. الله الله فی الصلاة، هر کی هر جا نشسته هر چی هست بشنوه. ربع ساعت مونده به عمر امیرالمؤمنین، به وفات آقا، بازم میگه الله الله فی الصلاة فإنها عمود دینکم، الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، الله الله فی الأیتام لا تغبوا عفواهم، الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم. بعدن به عشیره و فامیلشون فرمود یه نفر منو کشته، یه نفر رو بکشید، خونریزی راه نیندازید. لا الفینکم یا بنی عبد المطلب تخوضون دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین الا لا یقتل النبی الا قاتلی. مردم من 5 دقیقه بیشتر دیگه مزاحم شما نیستم تا وارد ذکر مصیبت بشم. وصیت را گفتن، آقازاده ها نوشتن، راجع به غسل و حنوط و کفن و نماز و تشییع و دفن، این مطالب را هم فرمودن. حالا تمام این پسرها 28 پسرها، دخترها کوچک و بزرگ، دور بستر آقا امیرالمؤمنین نشستن که میگوین این لبهای آقا ساکن نبود، همینطور مشغول ذکر خدا بود. بی بی زینب نزدیک سر پدر نشسته، طرف سر همینطور نگاه میکنه به صورت بابا. یه مرتبه زینب کبرا دید پیشانی پدر عرق کرد، گمان کرد بی بی عرق سلامتی و عافیته. عرض کرد بابا پیشانیت عرق کرده. فرمود دخترم از جدت پیغمبر شنیدم مؤمن وقت مردن پیشانیش عرق می کند. المؤمن اذا نزل به الموت عرق جبینه و خمود انینه. دخترم این عرق مرگ، دارم می میرم، یعنی در لحظات آخرم. من نمی دونم چند سال زینب کبرا این مطلب را در سینهش نگه داشته بود که دیگه دید وقت نیست، جاش رسیده، باید بگه، نمیشه دیگه ساکت بشود. ولادا خودش رو انداخت روی سینه بابا، گفت ابتا سمعت من ام ایمن حدیث کربلا. من از ام ایمن شنیدم ما آینده کربلایی باید بریم، مصیبت هایی در انتظار ماز اونجا. میخوام از شما بشنوم چی آقا قصه ما در آینده چه خواهد شد، چه خواهیم دید. فرمود بنیه الحدیث کما حدثت که ام ایمن
همون که شنیدی از ام ایمن درسته، دیگه وقت نیست که من مطلب را بگم، فقط دو کلمه بگم که از ام ایمن نشنیدی. در همین شهر کوفه که انقدر محترم هستیم، انقدر مورد احترام و تقدیر هستیم، مثل اینی که میبینم تو و خواهرام و بچه هارام در همین شهر شما را سوار شد و رای بیرو بوش گردن و با کمال اهانت و بی احترامی با شما رفتار میکنن. زینب کبرا این جواب را از پدر بزرگوارش شنید. عرض آخر بنده یا الله، خدایا دلها را به تو سپردم. آقا امیر المؤمنین در هر عالمی که هستید، در هر جا که هستید، آقا شما را به همسرت فاطمه زهرا قسمت میدم، شما را به دختر عزیز از زینب کبرا امیر المؤمنین قسمت میدم. آقا هر جا هستی یک نظر به این مجلس بفرما، بس برای ما یک عنایت بفرما که به همون گوشه چشمی که نظر بفرمایی تمام کارها درست میشه، همه مفاسد اصلاح میشه، همه حوائج حاضرین همه برآورده خواهد شد. آقا امیر المؤمنین، آقا قسم دادم به فاطمه زهرا، قسم دادم به ناله های فاطمه زهرا، قسم دادم به پهلوی فاطمه زهرا. آقا هر جا که هستی یک نظر مرحمت به این مجلس بفرما. خدایا دلها را سپردم به تو. یه مرتبه آقازاده ها دیدن امیر المؤمنین یه نگاهی کرد به اطراف، به پسرها، به بچه ها، گفت که استودعکم الله عبدالکم الله. بچه ها رفتن خدا حافظ، ثم غمم عینه و مده یده و رجله، دیدن آقا چشمشون را بستن، دیدن آقا از دار دنیا رفتن. ایوا اماما، ایوا علیا، و سیدها، و ایوا اماما، و شهیدها.